آیا اسکوچیچ بماند یا برود؟ آقای عبدالله، من الان در فدراسیون حضور ندارم که بخوام مثلا به عنوان نگاه کارشناسی عرض می‌کنم. آقای کاظم‌زاده در فدراسیون مسئولیتی نداره، بنده هم ندارم. بله. اما میپرسم، میگن به نظر شما باید این مربی که زحمت کشیده تیم برد بالا، یه سوال همیشگی در فوتبال ها. آقای عبدالله بذارید من یه چیز بهش اضافه بکنم. تئوری و فلسفه اسکوچیچ برای هدایت یک تیم مناسب جام جهانی هست یا نه؟ ببینید، ما یه تیمی رو به ایشون تحویل دادیم در یک شرایطی که بسیار سخت بود که حتی از دور مقدماتی بیاد بالا. ایشون بازی‌های متوالی رو پشت سر هم برد. صادقانه هم صحبت بکنیم، شرایط فدراسیون ما هم شرایط فدراسیون نرمالی نبود، همش چالش‌های داخلی داشتن، هنوزم نیست، الان که بدتر هم شده. از لحاظ مالی چالش‌های خیلی زیادی داشتن، به لحاظ سازماندهی چالش داشتن، و توی یه همچین تیمی رو گروه بازیکنان و کادر فنی موفق شد که در 15 بازی، اگر حافظم درست باشه، یا 16 دقیقاً 15 15 تا بازی با یک باخت و یک مساوی و 13 برد تموم بکن. این یک نتیجه فوق‌العاده است. اگر قبل از اینکه آقای اسکوچیچ بیاد میگفتن که ما یه مربی به شما معرفی میکنیم که در 15 بازی آینده شما 13 تاشو میبره، یه دونه رو بازی یه دونه مساوی میکنه و شما با این قرارداد امضا کنید، من فکر میکنم که حتی با فدراسیون آلمان هم اگر یه همچین صحبتی بکنن حتما باشه امضا میکنن. میخواد این فاضله اون آلمانه. آره، برای اینکه اونجا اونجا همه جا برنامه‌ریزی داره، ساختار داره. اگر یه همچین پیشنهادی از قبل به شما بدم و شما گارانتی بابتش داشته باشید، قطعا تایید میکنید این قرارداد رو. پس کاری که ایشون انجام داده کار خیلی بزرگیه. اون چه که ما از بیرون میبینیم به عنوان آدمایی که با فوتبال سر و کار داره، به نظر من قواعد فوتبال میگه کسی که تیم رو برده جام جهانی و این نتایجی گرفته قطعا باید در جام جهانی روی نیمکت بشینه. حالا بعضیا میگن نمیدونم در لیگ ما قهرمان نشده، قبل از این تا حالا سابقه ملی نداشته، موفقیت بزرگش به عنوان مربی چی بوده؟ من از نظر من موفقیت بزرگش این بوده که 15 بازی ملی 13 تاشو برده. دو تا مربی دیگر هم در تاریخ فوتبال ایران اسم ببرید. تئوری و فرم آماده سازیش مناسب جام جهانی هست؟ قطعا هست. من فکر میکنم که الان شناخت خوبی هم از بچه های ما داره. من چند تا جلسه هم موقعی که در لیگ بودم کار کردم، با ایشون سنجاب داشتم. بله. چطور؟ چون این یه بحث اونو باید مورده. اونو باید شما از نزدیک ببینید. من الان از بیرون راجع به اون نمیتونم نظر بدم، راجع به دانش فوتبالش میتونم نظر بدم، چون دو یا سه جلسه ما راجع به فوتبال با هم صحبت کردیم با جزئیات و ایشون اشراف خیلی خوبی هم به لیگ داره، هم راجع به مسائل فنی فوتبال با جزئیات ایده های کاملا مشخصی برای سازماندهی داره. اینا رو میتونم تایید کنم، ولی راجع به این که به صورت عملی در زمین چجوری تمرین میده از خروجی تیمش میتونم بفهمم. راجع به انضباط و دیسیپلین نمیتونم نظر بدم چون من کنار تیم نیستم.